چی می‌گردد در این گیتی که با هم مهربان باشیم؟ چی می‌گردد در این گیتی که با هم مهربان باشیم؟ در اینجا نسل خورشید و نشان آسمان باشیم. به دور از کینه و نفرت کنار هم برای هم بروی سبزه بنشسته همیشه مهربان باشیم. برای همدیگر مرهم، نه درد هم نه زخم هم، فدای همدیگر باید ز دل آرام جان باشیم. جوانی را به پرواز پرستوها سرودم من، سرودم یک غزل در نقش خویت تا جوان باشیم. سحر چون صوت خوشبختی نوازش می دهد دل را، ز دل یک رنگ و یک دریا و نسیم جاودان باشیم. ز دل یک رنگ و یک دریا و نسیم جاودان باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا را شاکر و سپاسگزارم که یک برنامه دیگر فرصت برای بنده ایجاد شد و توفیق پیدا کردم که در خدمت شما خوبان و سروران باشم و سلام گرم خود را تقدیم محضر نورانی شما خوبان و همراهان همیشگی برنامه نیستان نمایم. از اینکه دوباره شما را در این برنامه این هفته نیستان خوش آمد میگویم و بسیار جای افتخار است که امروز همه شما بینندگان و شنوندگان رادیو تلویزیون راه فردا، مخصوصا مخاطبین برنامه نیستان، علاقمندان به شعر و ادب، با یکی دیگر از چهره های فعال و نخبه این میهن که شعر سروده و فعالیت های ادبی فرهنگی زیادی را انجام داده و چندین آثار از ایشان به نشر رسیده، برای معرفت بیشتر و آشنایی بیشتر میشنویم و در رابطه با فعالیت های ادبی، آثار و چاپ رسیده از ایشان و دوران تحصیل ایشان و چی انگیزه باعث شد که جناب آقای موسوی عزیز شعر بسراید و اشعارش در کدام قالب هست از زبان خودش میشنویم. خیلی خوش آمدین در برنامه نیستان، از اینی که وقت گذاشتین ممنونیم از شما. سلام و عرض ارادت خدمت شما و همکارای محترمتان و تمام بینندگان عزیز. خوشحال هستم که امروز در خدمت شما و در خدمت بینندگان عزیز قرار بستم. سلامت باشین. در ابتدا تا بحث را آغاز بکنیم، دوستان بیننده کنجکاو شدن که با یک دیگر از شاعران نخبه این میهن آشنایی پیدا کند. قطعا علاقمندان به شعر و ادب دوست دارد با چهره های جدید حوزه ادبیات آشنایی پیدا کند و شما هم که ادیب هستین و هم شعر سرودین در قالب های مختلف و اشعار کلاسیک هم دارین، اشعار نیمایی هم سرودین، خوشحالیم که امروز حضور شما رو داریم. در ابتدا اگر یک معرفت حاصل شود فرصت هست، اگر یک معرفی کامل تری از خود داشته باشین و در رابطه با فعالیت های خود رم اشاراتی داشته باشین و آثاری که شما به چاپ رسیده تحت چه عناوین هست و دارای چه محتویاتی هست. بسیار خوب، بسیار خوب. خدمت با سعادت شما عرض کردم که سید ظاهر موسوی هستم از ولایت زیبای بامیان و دره سادات خلیج زرسنگ. در سال 1350 اینجا متولد شدیم. خب در اثر تغییر و تحولاتی که به وجود آمد ما ناگذاشتیم که هجرت بکنیم. بله. رفتیم در جمهوری اسلامی ایران و در جمهوری اسلامی ایران ما درس شروع کردیم. در افغانستان زمینی درس بسیار برای ما کم بود، گرچه ما به طوری امو کلاسیک مسجد و مکتب و امنا رو می رفتیم، ولی خب به طوری رسمی نبود. بله. وقتی وارد ایران شدیم در اونجا خوشبختی که زمینه تعلیم برای ما به وجود آمد، ما درس شروع کردیم. البته درس ما اونجا به شکل جیشی شروع کردیم. بله. چون هم ارتباطی که با بزرگوار داشتیم احزاب توانست که یک فرصت برای ما مساعد بسازن، نه برای ما که برای خیلی افغانهایی که اونجا رفته بود زمینه تحصیل برایش فراهم نبود، زمینه تعلیم رو برای ما فراهم کرد. ما دانستیم که فراغت 12 از اونجا حاصل بکنیم. بعد از 12 فارغ شدیم، خب شوقی آمو تعلیم تربیت از ذهن ما بسیار بود، پیش ما بسیار بود. ما وارد دانشگاه شدیم دیگه در قسمت ادبیات فارسی، گرچه ما زیاد علاقمند حقوق بودیم و رشته طبابت بودیم، گرچه با تاسف نه نمرات ما به او اندازه بود و نه تقریبا توانایی ما. بنابراین ما هم رشته ادبیات فارسی را شروع کردیم و اختام رساندیم. در جریانی که
به اصطلاح درس میخوانیم یا محصل بودیم، انجمنی فرهنگی عصر دانش ایجاد کردیم. بسیار عالی. انجمنی عصر دانش هم برای افغانهایی که در ایران بودن، و در اونجا ما یک نشریه ایجاد کردیم که نشریه هم با مدیر مسئول خودم بودم اونجا. دیگه 24 شماره ما از اون نشریه رو بیرون دادیم، تمام مشکلات فرهنگی و اجتماعی افغانها رو اونجا انعکاس میدادن همین نشریه. بعد انجمن هم که ایجاد شد یک دو سال سه سال فعالیت داشتیم. بعد از اون زمانی که افغانستان تغییر نظام به وجود آمد سال 81 فکر کنم ما وارد افغانستان شدیم. بعد زمانی که وارد افغانستان شدیم ما در مسیح یون ابیتاد شروع کردم به فعالیت، که در حدود 7 سال در اونجا فعالیت داشتم. جدا از این که کارمند بودم در بخش تعلیم و تربیه، یا اصلا بودم مسئول تعلیم و تربیه بودم. بعد نشریه داشتیم که ما در یک تحریر نشریه بودم. در هر نشریه که به چاپ میرسیدن دو موضوع، سه موضوع و یکان غزل ناچیز هم از ما به اونجا به چاپ میرسید، که تا سال 2010 ما در بامیان بودم. بعد از اون اومدم در کابل یک مؤسسه به نام واو که اینجا به عنوان ماستر ترینر بودم. یک دو سال اینجا کار میکردیم در راستای مبارزه علیه قاچاق انسان، که بازو تعریفی خاص خود داره. و یک دو سال که اینجا کار کردیم، خب کار مؤسسات طوری است که پروژه ای است. اینجا ختم شد و ما رفتیم به یک مؤسسه دیگه به نام هیگر انترنشنالی هاجر، که در حدود 14 سال میشه یا 13 سال میشه که در مؤسسه به عنوان مسئول تعلیم و تربیه همین نهاد فعالیت داریم. بسیار. دیگه خدمت با سعادت شما عرض بکنم، در ایران که بودیم یک مجموعه شعری رو به نام غنچه های خوچه گلواژه های ادب به چاپ رساندیم. بسیار عالی. بعد افغانستان که آمدیم یکی غنچه های خشکیده بود، که با تاسف نمونه اونا رو نیستن فعلا، می آثاری که در دست شما هست به عنوان سیپاره های عشق، یک اثر فعلا امیر امسال ما به چاپ رساندیم که در خدمت شما هست. سلامت. دیگه در بخش تعلیم و تربیه فعالیت های زیاد داشتیم. بعد قسمت خودی نویسندگی یا نوشتاری کتاب های زیاد نوشتیم که فعلا با تاسف چاپ نشده تا هنوزم. داستان های زیاد هست و ترجمه داستان های زیاد هست، 24 سال ترجمه شده هست که زبان های انگلیسی هست. بسیاره. بعد اونها رو ترجمه کردیم به فارسی یا عمود دری. خب با تاسف که شرایطی چاپش هنوز معیان نشده، انشالله بتونیم در بعدا به چاپ برسانیم و دوستان بتونن استفاده بکنن. انشالله. واقعا خوشحال شدیم که امروز شما را در برنامه داریم و در رابطه با فعالیت های ادبی را که در طول مدت که با حوزه ادبیات و شعر و شاعری سر و کار داشتین و در خدمت هموطنان بودین و خدمت کردین، واقعا خدمات شایسته ای را انجام دادین و قابل قدر است. انشالله که باز هم آثار زیاد از شما به چاپ برسد و آثار که آماده هست ما شاهد رونمایی آن آثار باشیم و در خدمت شما باشیم. باز آثار دیگی از شما به نشر رسید، ما هم با دوستان در میان بگذاریم، در رابطه با آنها صحبت بکنیم. در ابتدا جناب استاد، در رابطه با شعر اگر یک سری صحبت هایی باشه که بیاییم وارد حوزه ادبیات و شعر شویم، شما ادبیات را خواندین، یک تعریف از شعر داشته باشین جناب استاد. والا از زمانی که من یاد میمیر خود در خود دانشگاه بودیم و در محافل ادبی که بودیم، گپ از تعریف شعر میشد. خیلی ها یک تعریف داشتن که موضوع و مقفی و نمیدانم آهنگین و همین گپ ها، ولی شخص خود میتونم بگم که این شعر ایش تعریف نداره. اصلا شعر شعر است. بله. اگر ما بگیم که موضوع است، خیلی اشعاری داریم که موضوع نیست. نیست. اگر بگیم مقافی است که این قافیه داشته باشه، خیلی از اشعارش مقافیه نداره. بله. اگر ما بگیم که یک الهام ما از او بگیریم، از خیلی چیزا ما میتونیم الهام بگیریم. یعنی از قطعه ما میتونیم الهام بگیریم، از داستان میتونیم الهام بگیریم. پس بنابراین اگر از شخصی از خودم سوال شما، من میگم من اصلا شعر تعریف نمیتونم. اصلا شعر تعریف نداره. شعر شعر است. شعری رو کم شعر است که ما میگیم اگر موضوع است و مقفی است و فلان است و فعلا دیگه اون هم از موضوعی برامده از مقفی برامده. فعلا ما شعرهای سفیدی داریم که واقعا نه موضوع نه مقفیه، ولی چنان معنا و مفهوم ایجاد میکنه که حالا میمانه که در مقابل از این دیگه ما هم شعر گفته باشیم. گاهی ما اصلا شعر همین غزل اصلا شعر نمیگیم، یک شوخی از بین ما که میگیم یک غزل است، ولی شعر اصلا شعری سفید یا شعر نیمایی است که واقعا خیلی دارای مفهوم عالی است. هرچی
عزیزانی که فعلا هم شعر نو یا غزل می سرایند خیلی اشعار خوب می سرایند. واقعا جوانای ما امروز اگر در هر بخش پیشرفت کردن یا نکردن، در بخش غزل یا شعر امروزی شما باور بکنید که چیز نمانده که ما از کشورهای همسایه‌ای که زمان فارسی صحبت میکنن پیشی بگیریم. این بسیار کم مانده. جوانای امروز ما در داخل و خارج از کشور در قسمت سرودن شاید اگر اغراق نکرده باشن پیشی گرفته باشن از کشورهای دیگه. بنابراین غزل بسیار خوب میگن، غزل جانانه میگن و ما اومدیم در قسمت یادی که شعر تعریف بکنیم. از دیدگاه ما شعر اصلا تعریف نداره. اگر تعریف شده هم یک چیز بوده که او هم دیگه مو مایت خود از زیست داده که دیگه او رو کس با امان تعریف شعر نمیاره. به خاطر همین موضوع هست که هر کس سلیقه‌ای آمدن یک تعریف از شعر ارائه دادن و با وجودی که شاعران قدیم هم شاعران بسیار ماندگار هست که اشعارش هنوز در بین مردم هر رو جایگاه بیشتر باز میکند و شاعران معاصر و شاعران فعلی هم که ماشاءالله فعالیت های زیادی دارن، آثار و مجموعه های شعریشان به چاپ میرسن و در رابطه با حوزه ادبیات کار کردن و فرهنگ و فرهنگ سازی حوزه ادبیات فارسی زحمات زیاد را متقبل شدن و که قابل قدر است و ستایش. و از شعر یک تعریف واحدی به وجود نیامده، پس هر کس سلیقه‌ای کار کرده و امروز هم که شما یادآور شدین که اصلا از شعر تعریفی ندارین. آقای موسوی عزیز، مهمترین ویژگی های یک شعر را که سبب ماندگاری شعر میشه اگر یادآور شوین. والا باز همی اتحاز بکنم که سلیقه‌ای باشه یا اصلا چرقمی برای شما بگم. ما قدیم شعر حافظ داشتیم، سعدی رو داشتیم، اینا حقایق بازگو میکردن و قوه تخیلشان زیاد بودن و اصلا دیگه اغراق و ابهام و خیلی صنایع شعری رو قوی میساختن اینا میابدن اینجا شعر از یا ماندگار بود. امروز من ایت حس میکنم که ما و تشبیه و کنایه و اینا رو که داریم در شعر یک کمک رو کمرنگتر شده. فعلا تصویر برجسته شده، فعلا شعر فعلی چطور باید بگم که ماندگار میشم. مثلا ما خودم کلاسیک سرا هستم، غزلی که میگم دیگه چنگ بدیل نمیزنم. باز بستگی با مو سن و سن خود شاعر داره، با مو ذوق خود شاعر داره. مثلا بعضی گاهی ما شاید مولانا، حافظ، سعدی و خیلی کسای دیگه هم خیلی شعرش خوب است، ولی برای دیگه خیلی کسای دیگه شاید اون جایگاه را از دست داده باشن. یعنی چی؟ یعنی که شعر بوده هم مانده یا اگر هنوز هست دیگه او علاقه‌مند شعر حافظ، مولانا و سعدی وجود نداره. فعلا به شعر نو همون رقم که ما امروز میگیم تمام ابزار را که ما میبینیم قدیمی دیگه نیست، کل چیز نو شده، شعر هم نو شده و تشابه هم نو شده، اغراق هم نو شده، کل این صنعت شعری که ما بکار میبینیم نو شده. پس ما دیگه اون زمان اگر از گل و بلبل و می و سنبول میگفتیم، امروز دیگه اون نیست. امروز اکثریت می از کافه شعر میگن، مثلا از چایخانه شعر میگن، از سرک شعر میگن و شاعر در زمانی که زندگی میکنه اون زمان خودش را باید در شعر بیاره. بله. حالا دیگه اگر ما بگیم نه می است و نه گل است و نه بلبل است و نه سنبول، اون چیزی وجود نداره. پس زمانی که ما فعلا زندگی میکنیم، زندگی ما چی است که این از اون جهه پیاده حرکت میکنم میرم مثلا تا گلوی دواخانه یا تو پل سرخه، چی چیزی رو که میبینیم این رو باید من به قالب شعر در بیارم، ولی باید خیلی از کلمات دانسته، سنجیده، حساب شده به کار ببرم که اون یک انگیزه ایجاد بکنم، یک ذوق ایجاد بکنم و چیزی که ایجاد بکنه این باعث ماندگاری شعر میشه. مثلا خیلی شعر میگن، شاید ما خود جمع شاعرام نمیم و اصلا دیگه خود شاعرام نمیدونیم، چون واقعا کسایی در مقابل ما هست که ما به اونا سخت احترام داریم، استاد ما هستن و خب ما گستاخی میکنیم که میایم در این جایگاه قرار میگیریم که از طرف ادبیات فارسی میخوایم صحبت بکنیم یا در مورد ادبیات فارسی صحبت میکنیم. ادبیات فارسی سالهای سال زحمت کشیده، ریاضی، استادا، ادیبا، قلم به دستا، تا امروز ثمرش رو ما میبینیم. این با آسانی و براحتی به دست نیامدن، سالهای سال ریاضی زحمت کشیده. پس بنابراین ما اگر میم از جایگاه یک شاعر صحبت میکنیم خیلی برای ما سخت و سنگین است. باز هم وظیفه خود میدونیم که در حد توانی که داریم دیگه، ما بالاتر از اون نمیگیم که ما در رابطه با شعر صحبت کنیم. ماندگاری شعر همین است که به اساس اونمو اتفاقاتی که میفته گفته شده. شما میبینید مثلا
یک حادثه در یک جای اتفاق میفته، رسام یا نقاش تصویر بسیار زیبا میکشه، یعنی اون حادثه را برای مردم نشان میده که این اتفاق اینجا افتاده. خیلی حادثه‌ای تلخ داشتیم در دوران گذشته با تأسف. خب عکاس شدن، این عکس گرفته شدن، پس بنان اون هنر عکاس بود که اون را نشان میده. شاعر هم اگر میبینه که در دردش در جامعهش نابهنجاری هست، مشکلات هست، یا گاهی میبینیم که عاطفه هست، محبت هست، هرچی که هست، هرچی که در جامعه وجود داره، اگر این رسام با امون رسامیش به تصویر میکشه، شاعر باید امیر با زبان به تصویر بکشه، با کلمات و جملاتی که پالای هم میبافن اینا رو به تصویر بکشن، این باعث ماندگاری شعر میشه. و گاهی هست که ما شعار میکنیم، این شعار باعث ماندگاری نمیشه. یا اکثر وقت ما شعر چی بگم؟ شعری داریم که در رابطه با یک موضوع گفته شده، مثلا چی باید میگم که در رابطه با یک اتفاق میفته، یک شعر از گفتیم دیگه، او شعر کاربردی خود عزیز میده، او شعر برای از همون اتفاقی که افتاده بوده برای همون است. بنابراین اگر ما شعر میگیم که باید به 100 سال کار بده، به 100 سال کار بده، گرچه با تاسف خودم تقریبا چون شعر رو ندارم، ولی بازم به این باور هستم که خیلی شعرهایی که ما داریم در افغانستان یک قسمت شعرهای خوب گفتن، شعرهای ماندگار گفتن، و ما اونا رو ستایش میکنم، تقدیر میکنم با وضعیتی که ما داریم، ولی باز هم اینا دست به قلم میشن، آثار تولید میکنن، مینویسن، شعر تولید میکنن، و انجمنهای ادبی که فعلا ما داریم فعالیت دارن، خب با تأسف کمرنگ شدن. چرا کمرنگ شدن؟ به خاطر که فرهنگ مطالعه در افغانستان از بین رفتن و وجود ندارن، مردم کتاب نمیخوانن. یک روز یکی بزرگوار ما رو از ما سوال میکرد که مثلا در رابطه با معنی و تألیف و کتاب بود، ما گفتیم که شما ببینید یک نان جوره ای رو و قبل شما 20 افغانی میگن، ولی فعلا این کتاب منه که یک بزرگوار دیگه 2 سال 10 سال روش زحمت کشیده، کار کرده، خوندن خورده، شبا نخفته، و این میره 20 روپا کس نمیخرم در یک روز در پارکی شعر نبود، کجا بود، یک کتاب یک نان مونده بود، یک کتاب یک روپه مونده بود. اینی با تأسف ما نشان میده که فرهنگ مطالعه در کشور ما به اندازه پایین است. البته این هم خود علت داره که ما بگیم مردم چرا نمیخوانن. مردم دنبال نان است، مردم دنبال درآمد است، اصلا او دلخوشی هایی که باید داشته باشن نه در رابطه با شعر، با خیلی موضوعات دیگه. اگر کشورهای دیگه پیشرفت کرده، مطالعه داشتن، درس خوندن، زحمت کشیدن، فعلا با تأسف ما در هر بخشی که حساب بکنیم یک مقدار وضعیت ما خراب هست، ولی باز هم انشاءالله امیدوارم که از این وضعیت بیرون برایم بریم. بسیار عالی. جناب آقای موسوی عزیز به نکات جالبی اشاره کردین، از اینکه فرهنگ مطالعه و کتابخانی هنوز نهادینه نشده، در این بخش باید همو مسئولین زحمت بکشن تا جوانان ما را تشویق بکنن که اینا رو بیارن و مطالعه کردن و کتاب مهجور واقع نشود و کتاب را که مؤلفین و نویسندگان نوشتن قطعا دارای یک سری محتویات بسیار خوب و عظیم هست، تا آدم نخوانه پیدا نمیتونه که درون این کتاب چی نهفته است. در ابتدا اشاره کردین که اشعار حافظ و اشعار شاعران قدیم تقریبا آنچنان جایگاه نداره و دیدگاه هایی وجود داره که میگه شعر سفید فعلا با عنوان شعر مطرح نیست. آیا سپید سرایان این اعتماد را ایجاد کرده که مردم به جای اشعار کلاسیکی که در قالب رباعی مخمس و مستزاد و قصیده و سایر قالب های دیگه که متقدمین شعر سرودن ایجاد شود و مردم بیاین رو بیاره به شعر سپید، یعنی شعر نمایی میشه؟ خدمت شما با سعادت شما عرض کنم که این که یک موضوع است. افراد اشخاصی که با اونا مانوس بودن، مطالعه کردن، خواندن، اونا رو بیشتر میپسندن، و کسایی که نسل جوان است اینا شاید نمیگم بیگانه شده باشن، ولی به هر صورت چندان علاقمندی ندارن به اونجا. من همه رو نمیگم، یک تعداد. خودم در ابتدا شیر سفید اصلا نمیفهمیدم. بعضی سفید سراها هست که خیلی پیچیده می نویسن. بله. پیچیدگی از این باعث هنر از این میشن.
ولی خیلی هم ساده نوشته میکرد که اینم موضوع رو خورده و رفته دان مخاطب میداد. من از اون کسایی بودم که اونمو ساده از اونا رو خوشم میموند، بخاطر از اینکه کل چیز دمو بازگو کرده بود دیگه، ما دنبال پیچیدگی چی نمیگشتیم، کنجکاو نمیشدیم، کنجکاو نمیشدیم. خب بعد از اینکه من انجمنی پنجشنبه های دیدار بود و جلگه بود و جای دیگه ای که من مراجعه کردم، دوستا را دیدم و شعرهای سفیدش را خواندم، واقعا من خیلی علاقمند شدم به شعر سفید. من حالا در شعر سهراب سپیدی را زیاد میخوندم و فروغ فرخزاد را میخوندم، مهدی اخوان ثالثی میخوندم و کسای دیگه ای را. زمانی که اشعار از این بزرگوارا را من خواندم، نکفر عزیز یک کتاب به ما داده بود، آزادی قفس، قفس یکم چین موضوع بود، من پوزش میخواییم از یاد میرفت به نامزو. دیگه زمانی که اینه من خوندم واقعا تحس کردم که شعر سفید دیگه لذت داره و آدم اگه یک مقدار خود زحمت بتن که شعر سفید بخونن، یک مقدار لایه هایش رو باز بکنن، او یک لذت دیگه ایجاد میکنن. گرچه شعرهای قدیم خیلی لذت های خاص خود دارن، یعنی آدم چیزی میگیرن، خیلی چیز ازشان میگیرن، ولی شعر سپید یک مقدار سخت‌تر است. من میگم که هر کس او را نمیفهمه، هر کس از اون برداشت گرفته نمیتونه برداشت کنه. پس شعر حافظ، شعر مولانا و شعر سعدی اینا بسیار کم اگر دچار مشکل شده. مثلا شما میبینید حال ما حافظ شناس شاید کم داشته باشیم، مولویشین مولانا شناس هم داریم، ولی خب جلسایی که در رابطه با بیدیل برگزار میشه شما میبینید که قرص بیدیل برگزار میشه. چرا؟ چون اشعار بیدیل خیلی پیچیده است. بله، یک غزل چیشی که یک باید یک مصری ازی را بیاره، ما باید روزا روزی کار بکنیم که مفهوم ازی چی بوده، هدف از شاعر چی بوده، چی گفته. بنام شیر سفید هم هنوم حالت داره. اگر یک مصر میگه، اگر یک خوشر میگه، شما میمونید که خب یه هدف شاعر چی بوده، یک دفعه از که گفته، یک دفعه از که اتال، یک دفعه از پایین، ولی یک مفهومی خیلی قوی رو ایجاد میکنن اگر ما بتونیم اون رو باز بکنیم از اون یک چیزی بگیریم. وگر نه که مثل ما که در ابتدا بودم سرسری تیشه این مثل از اون باز علاقه من نداره، در ابتدا نداشتن علاقه من. فعلا هم اکثر جوان ها غزل میخونن. بله، یا علاقمند غزل هستن، ولی با وجود این انجمنهای شعری و نقد شعر و جوانات کشیده شده به طرف یعنی شعر سفید و شعر نیمایی و آیکوها و ترجمه هایی که از زبانهای دیگه میشن در زبان فارسی یا دری. پس به نظر شما هر کسی که علاقمندی در یک بخش خاص در یک حوزه خاص پیدا میکنه، خصوص در حوزه شعر و شاعری و انتخاب شاعر و الگو در زندگی خود، دنبال کسانی هستند که آثارشان را بیشتر خواندن و از اونا چیزی را به دست آوردن. یک تعداد شاید امروز نسبت به حافظ و سعدی و حکیم صنایع غزنوی و مولانای بلخی آشنایی ندارن، چون هیچ وقت اشعار اینا را آنچنانی که باید میخوان و عمیق وارد میشد نشده. پس برای از اونا اشعار این بزرگواران چندان اهمیت ندارن. ممکن است همین افراد آمدن یک مقدار نوگرا شدن و دنبال اشعاری که با موضوعات جدید و با رویکرد جدید و قالب‌های جدید سروده میشه امروز رو آورده. بپردازیم، چون وقت برنامه یک مقدار محدود است جناب آقای موسوی، در رابطه با آثاری که خود شما منتشر کردین و چندین اثر از شما به چاپ رسیده که امروز ما یک نمونهش را در استودیو داریم که برای دوستان به معرفی گرفتیم، انشاءالله نمونه های دیگی از کتاب های منتشر شده شما هم باشه که انشاءالله ما در خدمت شما هستیم. اشعار را که سرودین در کدام قالب ها هست؟ بیشتر محتویاتش بازتاب دهنده کدام موضوعات است؟ خدمتی با سعادت عرض کنم، زمانی که ما در دیار هجرت یا مسافرت بودیم در ایران، تمامی دردی که ما داشتیم دو موضوع بود، یکی مهاجرت بود، یکی جنگ بود. در داخل افغانستان جنگ ما را آزار میداد، اذیت میکرد. شما ببینید اگر ما یک نفر یا دو نفر در ایران بودیم، تمام فامیل در افغانستان بود در بین جنگ و دود و بارود آتش. و در دیار هجرت هم شما میفهمید که افغانی یا هر کسی که مهاجر باشه شخص دوم و سوم هم جامعه است. درد هجرت آزار میداد، درد جنگ بود، درد هجرت بود. عاشقانه بسیار کم داشتم در اون مجموعه که به نام گلواژه های ادب تا اونجا نشر شد، در ایران نشر شد.
اگر بیشتر محتویات زیرا بیشتر موضوعات زیرا همین دو سه موضوع بود، یکی جنگ در داخل افغانستان بود و یکی هم هجرت بود که واقعا درد جان کاهی بود. او درد بود که دیده نمیشد. درد هجرت دردی است که هر کس رو نمیبینه ولی درد جنگ میبینه، چون جنگ است همه میبینه که ای از خود درد داره، مشکلات داره، عقب ماندگی داره. ولی خود هجرت در صورتی که درد داره و پیشرفت هم داره، درس است، تعلیم است، تربیه است، آموزش است، چطور بگم تبادل افکار و فرهنگ ها است، در هجرت باز خوبتر است. ما این مجموعه که در ایران چاپ شد همین موضوعات در بر میگرفتن که مهاجرت بودن و جنگ بود و گاهی هم عاشقانه هایی در بین از اینا ما داشتیم. و زمانی که وارد افغانستان شدیم، در افغانستان غنچه های خشکیده را که ما به چاپ رساندم، با تاسف بعد از سال های هجرت که ما در حدود 20 سال در ایران بودم، پس که اومدم خیلی از جان خودم از دست داده بودم، خیلی از جان خودم از دست داده بودم. باز پس که اومدم در فراق از اونها و در جدایی از اونها زیاد سرودم که اینا را نامش موندم غنچه های خشکیده، که واقعا اونا خیلی شاندم و آوانی نوجوانی و کودکی اینا که از دنیا رفته بود، باز من اینا را نامش موندم غنچه های خشکیده، که باز هم 2000 جلد چاپ شد. بعد از اساس خوشبختانه دیگه ما اثر از اون نداریم، مگر مجدد رو چاپ بکنیم. و کتاب سیوم در خدمت شما سیپاره های عشق است که این هم تقریبا محتویات متفاوت در از زمان جنگ هست از عشق هست، ولی زیادتر عاشقانه پرداختیم به خاطر از اینکه ذهن ما همیشه موضوع هم درگیری هم موضوع عاشقانه بود در اون زمان. بله گاهی جنگ بود و جنگ هم در داخلش انعکاس یافته و اگر شاید بگم که چندین موضوع رو در اینجا گنجانده. بله بسیار بسیار عالی جناب آقای موسوی عزیز، چون وقت برنامه کاملا به پایان رسیده، میخواستیم یک سری موضوعات دیگر رو هم با شما مطرح کنیم، به خاطر محدودیت در فرصتی که در این برنامه در اختیار داریم کاملا به اتمام رسیده. اگر یک دکلمه از نمونه شعری خود داشته باشین که ما بشنویم و با سبک و صوت شما آشنایی پیدا کنیم که چطوری دکلمه میکنین اشعار را که سرودین، انشالله بعد موضوعات دیگه ادبی اگر فرصت داشتین باز ما در یک جلسه دیگه در خدمت شما. انشالله. از سینه آتش فشان مرغ دلم پر میزند، از سینه آتش فشان مرغ دلم پر میزند، خلوتگه محشوقه را همواره بر در میزند، پر می کشد در آسمان تا قلعه های کهکشان، اونجا لوای عشق را بر بام دلبر می زند، این زورق دل می زند پیوسته دل بر ابرها، راز مرا بر گوش هر موج شناور می زند، در کوه جانان می رود با های هوی مندرس، در کوی جانان می رود با های هوی مندرس، در خاطر پس کوچه ها نقش قلندر می زند، سیپاره های عشق را تفسیر دیگر می کند، سیپاره های عشق را تفسیر دیگر می کند، در سرزمین عاشقان لاف پیامبر می زند، که برگرفته نام زمی از همی شعر است، سیپاره های عشق. انشاءالله که موفق باشین و آثار دیگه را که قرار است به نشر برسانین انشاءالله بس زودترین فرصت به نشر برسد. نیستان که متعلق به شاعران هست، به خود شما هست، تشریف آوردین، امروز از صحبت‌های شما استفاده کردیم و از اینکه آشنا شدیم با چهره شما جناب آقای موسوی عزیز خوشحالیم، ممنونیم و از قربان شما سلامت باشین. تشکر میکنیم از شما، از همکاران شما که ما رو دعوت کردین، امروز ما در خدمت شما هستیم. امیدوارم که یک موضوعی خوب بوده باشه، یک انشاءالله یه خدمت شما هستم. تشکر از لطف شما، از محبت شما، از مهربانی شما، و پوزیش میخوایم از شعرهای عزیز اگر اضافه گویی کردیم، اگر زیاده روی کردیم، اگر چیزی نمیدونم در قسمت، چون همه کم میدونم. سلامت باشین شما، خداوند بر توفیقات شما بیفزه. سلامت باشین بینندگان عزیز، همراهان نهایت گرامی، علاقمندانی به شعر و ادب و مخاطبین برنامه ادبی نیستان، این بود برنامه این هفته که در خدمت شما و در خدمت مهمان این هفته نیستان جناب محترم سید ظاهر موسوی قرار داشتیم و از صحبت‌هایشان استفاده کردیم و آثاری که ازشان منتشر شده بود
آشنایی پیدا کردیم و یک نمونه شعری ایشان را امروز از این دریچه برای شما به معرفی گرفتیم. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر که در خدمت شما خوبان قرار بگیرم، همه شما عزیزان را به خدای پاک می سپارم. خدا حافظ و نگهدار شما. وقت شما خوش.